این جمهوری اسلامی تن نه تنها بر مردم ایران ظلم کرده، بله بر مردم شیعیان افغانستان خیلی زیاد ظلم کرده، اصلا قابل گفتن نیست. یعنی من خودم زیاد خبر ندارم، قصه ها را از این طرف اون طرف شنیدم، چون من اون زبان کیرانم بودم زیاد مشغول خیلی درس بودم، رفت آمد با مردم آنچنان نداشتم، کم شنیدم داستان ها. اما داستانش خیلی دلخراشه، خیلی زیاد سخته. از یک طرف این نظام کثیفی ایران با طالبان اینا ارتباط داره، طالبان را اینا حمایت میکنه، سپورت میکنه، با حزب اسلامی گلبدینه، یعنی بدترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام، با اونا هم دست هم پیمانه. اینا این قضیه که پنهان نیست، این قضیه را همگی میدانن که با اونها کمک میکنه، پول میدهد. الله اکبر، این خامنه‌ای خودش مسلمان میدانه، این ملعون الان آمده شعار بر علیه داعش میده، شعار بر علیه داعش، این دروغ میگوید. اگر این واقعا بر علیه داعش بود، داعش کیه؟ داعش گلبدین حکمتیار که داعشه دیگر، در این که شک نیست. این خامنه ای برای اون بو امکانات خیلی عظیم از سابق میداد، الان میده. اینقدر ظلم، اینقدر خیانت که اصلا بینندگان محترم اصلا تعفن اینها دنیا را گرفتن. یعنی اینقدر اصلا آدم هر قدر میشنوه، گوش میکنه، میشنوه، میبینه، بله مثل این که شما، بله خدمت شما چی عرض کنم، نجاست، یک چاه نجاست، چاه فاضلاب، با اون نگاه بکنی چی از اونجا در میاد، غیر از گند، غیر از نجاست، غیر از بدی. این نظام کثیف از یک طرف ادعا این داره که ما مستضعفین جهان، رهبر مستضعفین جهان، امید مستضعفین جهان آقای خمینی، امید مستضعفین جهان، ولی امر مسلمین جهان آقای خامنه ای، حکومت عدل اهل بیت علیهم السلام، ارزش های اسلام، از یک طرف این ادعا را داره، از طرف دیگر اون ظلمی را که کافر بر کافر نمی کنه، هم بر مردم ایران میکنه، اینطوری نیست که فتنه بر مردم افغانستان میکنه، هم بر مردم ایران میکنه، هم بر مردم شیعیان افغانستان انجام میده. از جانب دیگر در برابر عمریه دولا سرش خم کرده به زمین که بله هر چی زودتر این مولوی های عمریه با این خامنه ای وحدت اسلامی انجام بده. این خامنه ای بدترین کثیف، بدترین انسان مجرم، بدترین ناسبی هست که شیعه به این ملعون مبتلا شده. ای شما، این اسرائیل یک کشور یهودیه، در تمام دنیا از یهودی ها حمایت میکنه. شما بگید که اینا حقوق بشر را مراعات نمیکنه، مردم را میکشه، اما برای مردم خودش ببین که چطور خدمت میکنه. هر یهودی که در هر جای دنیا متولد بشه، در روسیه متولد بشه، در آرژانتین متولد بشه، در مکزیک متولد بشه، در آمریکا، با مجرد اینکه متولد شد، گذرنامه، شناسنامه اسرائیلی فوراً بهش میدهند. به خاطر چی؟ میگه تو قوم ما هستی، خون ما هستی، ملت ما هستی، همدین ما هستی، تو یهودی هستی، این کشورم مال یهودی ها هست. امین یهودی ها. هر جای دنیا یک یهودی یک ضرری میبیند، یک کسی مثلا یک سیلی بزنه یک یهودی ها، یک کشته بشود، دولت اسرائیل معذفه، دولت اسرائیل مکلفه که اون قضیه را بله بازجویی بکند، تحقیق بکند، جستجو بکند و حق اون یهودی را از هر کسی که بر او ظلم کرده بگیرد. و چندین مؤسسات بزرگ برای این مطلب در تمام دنیا اینها دارند که از حقوق یهودی های عالم دفاع بکنند. این خامنه ای نشسته صبح تا شب میگه مرگ بر اسرائیل. تو بیا بندازه نصف اسرائیل، یک دهم، یک صدم اسرائیل برای ملت خودت خدمت میکن، ملعون، نامرد. شعار دادن خیلی آسانه، اونجا بیشین اسرائیل را بد بگو. اسرائیل اگر بده، نسبت به دشمنان خود بده، نسبت اون فلسطینی ها اونا دشمن میپندارن. این ما موافق اسرائیل نیستیم، ظلمی که بر فلسطینی ها میکنه بده، اما این رو هم در عین حال ببین که به مردم خود خدمت که میکنن. یک یهودی متولد روسیه باشد، یوکرین باشد، متولد پولند باشد، متولد لهستان باشد، انگلیس، امریکا، مکزیک، هر جای دنیا باشد، از او حمایت میکنه. شما آقای خامنه‌ای، تو چه ملعونی هست، تو چه ملعونی هست. بله، از همه دنیا مردم در دنیا فقیرتر از شیعه افغانستان دیگر هیچ شیعه‌ای وجود نداره. از اینها مظلومتر، هم زبان مردم ایران هستند، هم فرهنگ هست، عین فرهنگ اونها، زبان اونها، عین مذهب، با امید اینکه اینجا کشور شیعه هست اینجا آمدن. این مردمی که از شیعیان افغانستان ایران آمدن، از اون سالهای اول 30 سال پیش اینا میتونستن کشورهای دیگر برن،
میتونستن پاکستان برن، پاکستان اون زمان از پاکستان همه مردم امریکا میرفتن، همه مردم آلمان میرفتن و فورا هم میپذیرفتیم کشورهای غربی مهاجرین. اینا نرفتن اونجا کفر، ما بریم کشور امام زمان، کشور آقای خمینی نایب امام زمان علیه السلام، هم زبان ما، هم فرهنگ ما. اخ عجب، هم فرهنگ و هم زبان. اونجا بر علیه قبرستان من نشان دادم، بالای سر قبرستان شما ببینید این دولت اسلام از برای خدا، از برای پیغمبر صلی الله علیه و آله. اونجا می نویسن که شما اینجا اینو ببین دوستان، از این قبیل خیلی زیاده به کل ببین این من خیلی متاسفم برای مردم ایران، برای دولت ایران که اینقدر پایین شدن، اینقدر پست شدن که ما مرده شما رو در قبرستان نمیذاریم دفن میکنیم. الله اکبر. کشور اسلامی امینه، مسلمان ببین ولو شیعه نباشد وقتی مرد باید دفن کرد بر همگی، واجب کفایی مگر نیست؟ اونجا نوشته بر سر قبرستان گلزار شهدا به دلیل کمبود جا از پذیرفتن متوفا معذور می باشد. به اطلاع کی؟ به اطلاع کلیه اتباع بیگانه افاقه نمی رسند. مردتان به قبرستان ما نیاری. خب ای کاش این کار را یهودی ها بر علیه فلسطینی ها انجام می دادن. اگر اونا روی قبرستان خود می شینه، خب یهود مسلمان ها نمی زند در قبرستان، اشکال نداره. این کار را مثلا امریکایی ها انجام می دادن، اینطوری بود، اشکالی نداشت. اما کفار این کار را انجام نمیدهد، خدا شاهد، پروردگار من در بین کفار زندگی میکنم. شما برو در بهترین قبرستان امریکایی ها برو بگو ما اینجا میخوایم مرتد، پول مگه پول تبیار قبر فروشی دیگر، اون پولش رو بده، شما کاری نداره که شما سیاهی سفیدی، شما چی کاره ای. بعضی از قبرستان ها مخصوص نظامی ها هست، اونجا نمیذاره کسی، اونا فقط باید نظامی باشه. اونا خب معلومه، اما قبرستان های عمومی اونطوری نیست. شما حالا خود مسلمان ها نباید در قبرستان کفار دفن بکنه، باید در قبرستان مسلمین دفن بکنه، اما این تبعیض وجود ندارد. بله، این همه ایرانی مثلا آواره هستن در ترکیه، در کشورهای دیگر. شما اینجا مثلا یک روز دولت امریکا شنیدید که ایرانی ها را مثلا بگیرن، بگوین شما حق ندارین فلان کار بکنین، که ابدا ابدا همین ایرانی هایی که امریکا هستن. خب این امریکا کافره ببینید، اما عدل و انصافش از این جمهوری اسلامی هزار مرتبه بهتره. اینا میشینن اونجا میگن مرگ بر امریکا، امریکا کافره. ای کاش شما بند یک صدم امریکا شما عدل و انصاف داشت، شما یک کمی حیا داشتید از مردم، یک صدم امریکا. این بله، در این امریکا ایرانیایی که میرسن، بله بعد از 5 سال به ما شناسنامه امریکایی میده، شما امریکایی هستی. بله، همون روز اول که میرسه بیمارستان مجانی، دکتر مجانی، اگر بیکار هستی غذا بهش پول میدن که برو این کرایه منزلت، این پول اپارتمانت. بله، بهش میگه برو فلان جا دانشگاه درس بخوان یک مقدار تا بتونی کار بکنی، برایش کار پیدا میکنی. غیر اینا مردم، این امریکایی که کافره این چین، بله نمیگه تو امریکایی ایرانی هستی، عرب هستی، بله هیچ فرقی نداره، مسلمان هستی، مسلمان ها با امریکایی بدن، مسلمان ها تروریستن، ابدا این خدمات رو انجام، اینا که کافر هستن. شما اونجا روی بالای قبرستان می نویسی که ما مرده شما رو قبول نمی کنیم، بعد هم ادعا داری که اینجا کشور عدل امیرالمؤمنین علیه السلام. ای خدای پاک، شما آبروی پیغمبر رو بردید، آبروی اسلام رو بردید. من خیلی تاسفم از اینجا هست که چرا این در یک کشور شیعه این چنین باشه. من بر علیه مردم ایران هیچ گونه تعصبی ندارم، اصلا من برای من هیچ وقت مطرح نیست که طرف ایرانیه یا ایرانی نیست. من اصلا در مخیلم خطور نمی کند که یک وقتی با یک کسی معامله می کنم طرف حرف من که او برای من اهمیت داشته باشه ایرانیه یا غیر ایرانی افغانیه، اصلا برای من مهم نیست. و من اصلا بین افغانی ها کم زندگی هم کردم، یعنی اینطوری نیست که من تعصب برای یک کشور یک خاکی داشته باشم، ابدا اینطوری نیست. تأسف من، درد من از اینه، چرا یک کشور شیعه اینقدر احمق باشه، اینقدر نادان، اینقدر جاهل باشه در این قرن، در این عصر،
که در پارک ها بنویسن که اینجا افغانی ممنوع. پس برای خدا شما ادعای مسلمانی بودن را دارید؟ یک مناطق را اینجا مناطق محلات افغانی ممنوع، مازندران افغانی ممنوع، اونجا افغانی هم که کی را افغانی؟ فقط اون شیعیان عمریای افغانستان که چهرهشان مثل ایرانی ها هست، اونا را که نمیشناسن اصلا، فارسی هم صحبت میکنن، نمیدانن اینا شیعه هست یا نیست. و ایرانی ها همون شیعیان بیچاره اونا را میگن. ای خاک بر سر این جماعت. این 30 چند سال آقای خامنه ای در رأس کارها هست در ایران، 25 سال از رهبریشه. این ادعا دارد که من در برابر ظلم ایستادن لازمه و کمک مظلومین واجبه. یک سخنرانی از ایشان نشان بده که درباره حقوق مهاجرین و آوارگان مردم افغانستان صحبت کرده باشه. یک سخنرانی، نیم سخنرانی، 3 سطر به من نشان بدید مردم. این حکومت ایران ادعا میکنند آقای خامنه ای که ایشان رهبر مستضعفین جهانه. این مفعول مستضعفین جهانه این ملعون. خب در کجا شما یک جا نشان بده که این آقای خامنه ای یا آقای رفسنجانی 3 سطر گفته باشه که این آوارگانن، بیچاره هستن، آمدن اینجا به امید اسلام آمدن. دوستان عزیز، خدا حافظ همگیتون.